بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله به اطلاع بینندگان محترم میرسانیم که موضوعات مطرح شده در سلسله جلسات علمی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی صرفاً جنبه علمی دارد و در جهت نقد و بررسی مسائل فقهی میباشد، لذا نظرات مطرح شده به عنوان فتوا و دیدگاه ایشان تلقی نمیشود. لازم به ذکر است مؤمنین گرامی می توانند جهت آگاهی از فتاوای ایشان از راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنند: مراجعه و یا تماس با دفاتر مرجع عالی قدر، مراجعه به نمایندگان و یا رساله عملیه معظم الله، مراجعه به پایگاه‌های اطلاع رسانی و همچنین صفحات رسمی دفتر مرجع عالی قدر. بسم الله الرحمن الرحیم. یه شب من اینجا عرض کردم که صاحب جواهر نسبت به وسوسه 4 چیز را می‌فرماد حرامه، که از آقایون بعد به من گفتن من کجای جواهر مکرر تتبع کردم پیداش نکردم. من حالا جاشو نوشتم اینجا عرض می‌کنم. اونی که من در جواهر دیده بودم عرض میکنم، جلد 6 جواهر صفحه 171، ایشون راجع به احتیاط صحبت میکنن. احتیاط برای درک واقع خفی نفسه چیز خوبیه، حسنا علی کل حال. وقتیشون میفرمان گاهی احتیاط مرجوحه به خاطر لوازمی که داره، گاهی هم حرامه. احتیاط نعم قد یکون ذالک، یعنی احتیاط لظن النجاسه. اگر یه چیزی انسان شک داره این طاهره یا نجس، اصل طهارت میگه طاهره، کل شیء لک نظیف حتی تعلم انه قذر. حالا اگر ظن داره به این که نجسه، یعنی 60% میبینه این نجسه اما 40% نجاست را نمیبینه، این ظن به نجاست. خب ظن در احکام شرعی حکم شک را داره. ایشون میفرماد که اگر ظن به نجاست پیدا کرد، این احتیاط مرجوح گاهی میشه، یعنی با ظن به نجاست بازم اصل طهارت جاریه. نعم قد یکون ذالک، که اگه بخواید قبلش شما ببینید، یعنی احتیاط لظن النجاسه، قد يكون ذلك مرجوحا بالنسبه الى عدمه اذا احتمل ترتب الوسواس عليه. بفرمت 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 بفرمت. جلد 6 صفحه 171 جواهر. نعم قد يكون ذلك، يعني احتياط لظن النجاسة مرجوحا بالنسبة إلى عدمه، يعني عدم احتياط، إذا احتمل ترتب الوسواس عليه. أجي احتمال بده إن احتياطي كم يكونه إن منجر بوسوسه مشه، احتمال بده نه يقين. بعد فرموده کما انه، شاهد اینه،
کما انه یحرم، یعنی این احتیاط میشه حرام، احتیاط برای درک واقعه میشه حرام. لو کان مقدمتن له، یعنی این احتیاط مقدمه برای وسوسه بشه. لهو یعنی وسواس، یعنی اگه این احتیاط که میکنه، این احتیاطا مقدمه میشه برای اینکه آدم بشه وسواسی. این احتیاط میشه حرام که مقدمه وسوسه است. حالا کما انه، من آخه یک آقای گفت من خیلی گشتم تو جواهر پیداش نکردم، این عبارتش اینه. کما انه یحرم، یعنی یحرم الاحتیاط. لو کان این احتیاط مقدمتا له، یعنی للوسواس. او هو منشأه، یعنی وسواس منشأ این احتیاط بشه، یعنی منشأ این وسواس یه وقت مقدمه وسوسه است. یعنی شخص آخه وسواسی که یا وسوسه پیدا نمی کنه، این حالت خورده خورده پیدا میشه. احتیاط چیز خوبیه، آدم احتیاط کنه برای درک واقع در همه جا فی نفسه خوبه، اما اگه این احتیاط مقدمه بشه برای اینکه این شخص تو وسواس بیفته، این صاحب جواهر فرموده میشه حرام. این مقدمه رو مقدمه حرام را حرام نمیدونن آقایون، یکشم صاحب جواهر که غالبا هم متعرض شده. مقدمه حرام حرمت عقلی داره، حرمت شرعی نداره، چون آدمی که یه حرام میکنه و یه مقدمه ای داره که به اون حرام به وسیله اون مقدمه میرسه، این دوتا حرام شرعی نکرده، یه دونه حرام کرده. عقل میگه این مقدمه رو نکن تا اینکه به حرام نیفتی، اما وقتی که افتاد به حرام یه دونه حرام کرده. صاحب جواهر نسبت به وسواس میفرماد که اگر این احتیاط که حسنان علی کل حاله اخو که دینک فحتت لدینک به ماشت مطلوب عقلا و شرعا، اگه این احتیاط مقدمه شد برای وسوسه، یعنی این احتیاط میکشه این را، شخص کم کم میشه وسواسی، این احتیاطه میشه حرام. یا اینکه اگر این وسوسه منشأ این احتیاط باشه، یعنی چی؟ یعنی مثلا شخص تو ظرف با آب ظرف وضو نمیگیره، با آب نهر میره وضو میگیره. چرا؟ چون منشأ این که با آب نهر بره وضو بگیره وسوسه است، این احتیاط میکنه. آب نهر که دیگه شبهه نجاست درش نیست، با آب نهر میره وضو میگیره. اما چرا میره با آب نهر وضو میگیره؟ یه وقت به خاطر احتیاط، عیبی نداره، خوبم هست. یه وقت چون این آدم وسواسیه، وسوسه منشأ این احتیاط شده، سبب شده که بیفته تو این احتیاط. بله بله، نه نه، اینو که گفتن گفتن مقدمتن له، مقدمه یعنی احتیاط منشأ وسوسه است. احتیاط منشأ وسوسه باشه، همینی که گفتن، گفتن احتیاط مقدمه وسوسه بشه. نه دویمی غیر از مقدمه است. ببینید فرمودن اگر این احتیاط مقدمه باشه برای وسوسه، این احتیاط وسوسه نیست، اما رفته رفته این آدم میشه وسواسی. این احتیاط که هنوزم وسوسه نیست، این حرامه چون مقدمه وسوسه است. یا اینکه وسواس منشأ احتیاط باشه. چرا احتیاط میکنه؟ چون وسواسیه. این دو طرفش را ایشون فرمودن. ببینید صاحب جواهر از ضمائر زیاد استفاده میکنه که اگه استفاده نمیکنه جواهر بزرگتر میشه. کما انه یحرم، یحرم این احتیاط لظن النجاسه، لو کان مقدمتا له للوسواس، او هو
این وسواس منشأه منشأ احتیاط باشه. خلاص این عبارت جواهر اینه. همین را هم سلام علیکم و رحمت الله اهلا و سهلا، همین را هم عروه فرموده و اینم بد نیمم بخونم. بله، یه مسئله مطرح کرده در عروه که ظن به نجاست اعتبار نداره، این اصل عدم نجاسته. بله، بعد فرمودهشون فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من اهل البوادی محکوم بالطهاره و ان حصل ظن بنجاستها بل قد يقال شاهد اینه بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها. یعنی انسان احتیاط که حسنه، اما در اینجور جا که از این کسایی که لایوبالیان مسائل بلد نیستن اینا چیز ازشون میگیره، از اینا استفاده نکنه از بخاطر احتیاط. این احتیاط رجحان نداره. قد یقال به عدم رجحان الاحتیاط بالاجتناب عنها بل قد یکره، نه فقط احتیاط رجحان نداره، احتیاط میشه مکروه. او شاهد اینجاست، او یحرم، این احتیاط که در که واقعه میشه حرام، اذا کان فی معرض حصول الوسواس. یه خورده بیشتر از صاحب جواهر فرموده، یعنی این احتیاط مقدمه وسوسه نیست، یقیناً او را به وسوسه نمیکشه، یقینی نیست. مقدمه معنیش اینه که یقیناً به وسوسه میکشتش. ایشون میگه که اگه در معرض حصول وسواس باشه، یعنی این نواخت احتیاط، اینجور احتیاط کردن معرض این هست که این شخص رو به وسوسه بکشه، صاحب عرف فرموده این حرامه. ببینید، او یحرم بل قد یکره، او یحرم اذا کان فی معرض حصول الوسواس. لطیف اینه، این عروه اینه که هست، این جلدی که دست منه، همینه که وقتی هم عرض کنم 41 حاشیه داره از علما. وقت موافقین با صاحب عروه که اگه در معرض حصول وسواس باشه، نه مقدمه باشه که یقینا یترتب الوسواس علیه، این میرزا نائینی حاشیه نکردن، آضیا حاشیه نکردن، اشعب الکریم حاشیه نکردن، کاشف الغطا حاشیه نکردن، استاد الحسن حاشیه نکردن، آقای بروجردی حاشیه نکردن، علی یاسین حاشیه نکردن، جواهری حاشیه نکردن، استاد عبدالهادی شیرازی حاشیه نکردن. فقط 5-6 تا از 41 نفر اینجا حاشیه کردن، یعنی این اعاظمی که اسم بردم اینا قبول کردن که در معرض حصول وسواس. این عروه، این جلد، این عروه های 15 جلدیه، مسئله یک فصل داره ایشون، فصل فی طریق ثبوت النجاسه، همون اولش قبل مسئله یک. این به خاطر اینه که روایات وسوسه روایات شدیدیه، عبادت الشیطان ازش تعبیر شده. به حضرت عرض کرد توی یکی از روایاتش که فلان کس آدم عاقلیه، نمازاشو اعاده میکنه. خب چرا اعاده میکنه؟ چون میگه نکنه خوب نبوده، نکنه درست نبوده، احتیاط دیگه. تو روایت داره حضرت فرمودن، اون گفت حضرت مرد عاقلیه، فرمودن ایو عقل الله و هو یعبد الشیطان، نماز عبادت شیطانه؟ آره، چون این نمازی که خدای عز و جل فرموده اقم الصلاه، این نمازیه که به امر خدا انجام بشه، اما اگر دوبار میخونه، یعنی ظاهر سائل که به حضرت عرض کرد، یعنی عرضش خدمت حضرت بود، اینه که این عادتش اینه نمازش رو اعاده میکنه.
حضرت فرمود این عبادت شیطانه، که عبادت اینم که مقدمه حرام، حرام نیست، معذالک مثل صاحب جواهر میفرماد حرامه، یا اینکه وسواس منشأ این وسواس من سیاس بشه و صاحب عروه و این اعاظم اینجور فرمودن به خاطر همینه، چون وسوسه عبادت شیطانه، عبادت خدا نیست. به خاطر روایات شدیدهی که درش هست از اونها برداشت شده، باید شخص یه جوری احتیاط بکنه که منجر به عبادت شیطان نشه، یا عبادت شیطان سبب نباشه این احتیاط را. انسان از پارچه لباس از بیرون میخره از بازار، خب ممکنه واقعا این متنجس باشه، آبش میکشه، چه اشکال داره؟ این احتیاط خوبه، میخواد لباسی که باش نماز میخونه احراز کنه طهارت، این عیبی نداره، بلکه خوبم هست. اما اگر از روی وسوسه این کار رو داره میکنه، وقت میشه منشأه، وسواس میشه منشأ برای این احتیاط. یکی علم تفصیلیه به وسوسه، این چارتایی که عرض کردم صاحب جواهر میگه، چون اون دوتاشو قبل گفتن و مسلمه گیری نداره. یکی علم اجمالی باشه، یعنی شخص میدونه یا این احتیاط وسوسه است یا این احتیاط. وقتی که وسوسه شد حرام، علم اجمالی که شد، علم اجمالی در وجدان مثل علم تفصیلی نیست، اما در تنجز مثل علم تفصیلی میمونه دیگه. چه بدانه این نماز وسوسه است، یا اینکه یقین کنه یکی از این دوتا علی سبیل الاجمال وسوسه است. مقاله میشه حرام این دوتا، سیومش هم مقدمه وسوسه، چهارمش هم اونی که وسواس و وسوسه منشأ این، حتی تکرار نمی کنه ها، اما نمازش عقب میندازه، عقب میندازه تا یه به جای به جوب آب برسه، نهر آب، از اونجا وضو بگیره. چرا این کارو میکنه؟ منشأش وسوسه است. تبرید خودش نه گفته نشده بهش عبادت شیطان. مقدمه حرام هم آقایون غالبا حرام نمیدونن. چرا؟ خب آها آها من شعه و همینو میگه صاحب جواهر، همین اشکال. نه نه، تبرید گفته نشده عبادت الشیطان، یعنی چون نمیگن مرافعت با قصد قربت داره، نه نمیخوان بگن عملش باطله، در مقام حرمت تکلیفی این نمیخوان بگن عملش باطله. وسه ای که شارع تفضیع کرده در وسوسه، من همین رو خواهم عرض، وسوسه رو تفضیع کرده، وسوسه اونی که حضرت گفتن ایو عقل الله و هو یعبد الشیطان، داعیشه، یعنی تکرار خصوصیت داره، اگه کسی یه بار تکرار کنه که اشکال نداره. ببینید همین، نه ببینید، هر حرامی رو درش نمیگن مقدمش حرامه، هر حرامی رو نمیگن اگر منشأ شد این حرام میشه. نسبت به وسوسه چون از محرمات شدیده از ادله استفاده شده،
حتی تو ذهنم به بعدی گفتن احتمالش هم حرامه که اصل عدم درش جاریه. این به خاطر شدت بیان یعنی فقها برداشت کردن از روایاتی که راجع به وسوسه تفریع کرده، وسوسه جزء اون محرمات شدیده است که حتی مقدمش حرامه، مقدمه محرمات دیگه حرام نیست. حتی در محرمات عادی، اما در محرمات عظیمه اونم میشه حرام. میدونم این نمازم باطل نیست، اما این که وسوسه سبب شده که اینجور نماز بخونه، این میشه حرام. چون منشأ او همینه دیگه که میگن آه. میدونم ام اشکال احسنتم 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 بله در محرمات دیگه اینا محرمات نیست، اما کسی فکر قتل معصوم بکنه حرامه یا نه؟ چرا؟ دلیل ما داریم اصول دین خصوصیت داره؟ کجا دلیل داریم ما؟ نه نه عمل عمل راضی هم نیست، راضی هم نیست، مجبورانه ابن زیاد اینا رو فرستاده کربلا و شرکت در قتل امام حسین بکنه و نمی کنه، به نام نداره شرکت کنه، این اکثر تصوات خودش میشه حرام. چرا؟ چون آمدن برای قتل امام حسین، یعنی چیزی که عنوانش برای قتل امام حسینه، ولی این آدم این قصد نداره. چرا؟ 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 بدتر از زناست. گفتن دروغ بدتر از زناست. اصلا حرف همینه، حرف همین چی؟ در مقدمه زنا هیچ کی نگفته حرامه، مقدمه یه حرام جداست، اما در وسوسه این اعظم گفتن حرامه. مثل خود قتل مؤمن یه چیزایی از ادله استفاده شده که اینا محرمات عظیم است، فقها نسبت به وسوسه اینجور برداشت کردن. ولهذا خلفاً بعد سلف این عرض کردم، شما ببینید 30 چند نفر از این اعاظم فرمای صاحب عروه رو پذیرفتن که فرموده یکره او یحرم اگر در معرض وسواس باشه. حالا صاحب جواهر گفت مقدمه، یعنی یقینا ینتهی الی الوسوسه. صاحب عروه میگه نه، یقین لازم نیست که ینتهی الی الوسوسه، معرضیت وسواس داشته باشه مع ذلک حرامه. این استفاده شده از عظیم دونستن وسوسه در روایات اهل بیت. چی؟ حالا این یکیش، یکیش احتیاط فی نفسیه حسنون عقلا مستحبون شرعا، اما این مستحب شرعی وقتی که تضاحم پیدا کرد با یه چیزی که مقدمه وسوسه حرامه، چون حرام وسوسه از حرامای شدیده، وقتی این مقدمه غالب میشه یکره او یحرم میکنه این را. من چون یه آقایی گفت خیلی گشتم تو جواهر پیدا نکردم، جاشو عرض کردم اینجا. نه ظاهرا وسوسه اون عمله، بله سببش، یعنی وسوسه وصف عمله و انسان را هم وسواس تعبیر ازش میکنن که اون داعی وسوسه نیست. حالا شاید یه مواردی هم داعی وسوسه باشه، من نفی کلی کبرای کلی نمیخوام بکنم، اما ظاهرا اینجوریه. اخ این وسوسه در چیز نیست، در فقط
حالا این مثال صاحب عروه طاهر و نجس را فرموده. در هر چیزی کسایی تو نماز وسوسه دارن، یک کسایی تو نیت صوم وسوسه داره. گفت یه آقایی بود، یکی از آقایون مراجع گذاشته برای خود من نقل کرد، گفت تو جوانی یه رفیق داشتیم، جوان متدین خوبی بود، اما این ماه رمضان که میشه نیم ساعت قبل از اون میرفت تو اتاق در رو خودش قفل میکرد، چون کسی مثلا نمزاحمش نشه، میگه میخوام نیت روزه بکنم. آره خب بله، خود وسوسه یعنی عربی میگن ترجرج، یعنی ذهنش حالت استقرار نداره، اشکال نداره، و همین تشدید شده درش تو روایات به جوری که فقها برداشت کردن. شخصی مثل صاحب جواهر میفرم مقدمش حتی حرامه، که جاهای دیگه مقدمه را حرام نمیگن. یا صاحب عروه این اعاظم فرمودن اگر در معرض وسواس باشه این یکره او یحرام. کی؟ الفاظ منطبقه بر معانی نفس الامریه است. نه 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 بلنه، هر کسی تشخیص خودش براش حجته. اگه یه وسواسی اگه یه وسواسی خودشو وسواسی نمیدونه، خب معذوره، به شرطی که مقصرم نباشه در این مقدمات ها. اما غالبا وسواسی خودشونم میگن، میگه من وسواسی هم چیکار کنم، مبتلا هستم مثلا. کلمه احتیاط رو نمیدونه، اما میخواد یه نمازی بخونه که درست باشه، ولی ظالمش ده بار اعاده میکنه. اون اجازه بید، احسنت. اونی که خودشو وسواس نمیدونه و در این که وسواس نمیدونه خودشو در مقدماتش مقصر هم نباشه، چون ما بالاختیار لا اینا فالاختیار، اینا معذوره دیگه، مثل تمام کسایی که محرماتی انجام میدن و معذور هستن، معذوره. اما اگر فهمید وسواسیه، چون به نتیجه خیلی ها بهشونم میگی من وسواسی هم چیکار کنم، نمیتونم. همه از اول تا آخر حمدو میخونه، اما ولی الظالین نمیتونه بگه، میگه ها، یعنی درست نمیشه پیشش مثلا ها. اما اگه در مقدمات تقصیر کرده معذور نی؟ بله. درست. همون مقدمه معرضیت وسواسی هم شرع مقدس و فقها فهمشون اینه، نه رو سراغ اون مقدماتی یا کارهایی که بیفتی به حالت وسواسی که ها بعدا یا معذور یا غیر معذور. حالا این بحث دیگه است، درسته. این مثال هایی که شما زدین همین هم برسونه، یعنی اونقدر وسواسی آدم رو ساقط میکنه، همیست اعتیاد به شیشه که آدم رو ساقط میکنه، دست به خیلی کارها ممکنه بزنه، حیثیت خودش بره، به دیگران صدمه بزنه. وسواسی هم اینجوریه، یعنی خودش ثابت بشه، عمل درست نمیتونه انجام بده، از زندگیش میفته. این تشبیه اگر بخوام بکنه مثل این کاره، خود اون کار برای دیگه حاصل شد ترکش بسیار مشکل
تعلق غیر ممکنه باید مداواهای طولانی بشن، اما میگن مقدماتش مواظب باش انجام ندی که به اونجا بیرسی. همین وقت یه وقت همجور جامعی که میفرماید درسته، یه وقت عقل میگه این مقدمه را انجام نده تا تو اونجا نیفتی، عقل میگه مقدمه زنا را نکن تا تو زنا نیفته شخص، وقت این یک حرام جدا نیست، این مقدمه حرام شرعی نیست. بله بله. که صاحب وجودش مشکله اما مقدماتش میگه مواظب باش این گرفتار نشی که این از مندشه دیگه. صاحب جواهر اونقدر شدید برداشت کردن از وسوسه که این که میره با آب نهر وضو میگیره، یه بارم وضو میگیره، تکرارم نمیکنه وضوش را. میگن اگه منشأ این کار وسواس باشه اینم حرامه. او منشأ خوندم که در مقابل اونه که مقدمش باشه. خیلی غیر معلوم. حالا چه اشکال داره حرمت رو خود دل مقدمه باشه، اما به خاطر اینکه تفریط در مقدمه کرده، نه اینکه مثل همین حرف حسابه. کسی که از بالای پشتبون خودشو مینداره در رو زمین خودکشی میکنه، با پرت کردن خودش که خودکشی تحقق پیدا نمیکنه، انتحار با پرت کردن که تحقق پیدا نمیکنه. این پرت کردن خودش با اختیارش با توجهش مقدمه است برای کشته شدن، و اون لحظه ای که میخوره به زمین که کشته میشه، اون وقت هم دیگه مسلوب الاختیاره، نمیتونه خودداری بکنه، نمیتونه خودشو بگیره، حتی اگه پشیمون شد اون لحظه دیگه نمیتونه خودشو بگیره. اما اینجا ما بالاختیار لا ایناف الاختیار، چیزی که غیر اختیاری است در اون لحظه تحققش که خودکشی باشد، خودکشی این با پرت کردن نی، پرت کردن مقدمه خودکشیه، خودکشی اون لحظه که به زمین میخوره و میمیره، و اون لحظه که اختیار نداره، قدرت اصلا نداره، نمیتونه خودداری کنه. چطور حرام این؟ به خاطر اینکه به سوء اختیارش مقدمش رو تهیه کرده. یا همینجور در جهلم همینه، جهلای تقصیری، نسیان تقصیری که فقها مکرر تو مسائل مطرح کردن. وقتی من عرضم چون نقل کرده بودم، یه آقای گفت من خیلی گشتم بعد اینم. می فرمایید. یعنی اینجور میگن که در سجود عمدن سبحان ربی العظیم بگه اشکال نداره؟ خب عیبی نداره، عیبی نداره، اگه داره عیبی نداره. بله تسبیحی صغرا ستا. بله 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 الحمدلله بگه، لا اله الا الله بگه. بله الان اون جهتش تو ذهنم نیست. من الان
چی مقدمه؟ همین گاهی از شدت حرمت ذی المقدمه برداشت میشه که یکشم اینه فقها برداشت کردن از شدت حرمت ذی المقدمه اینکه مقدمش هم حرامه. بله ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش اینه که حرام عقلی که هر مقدمه حرامی حرام عقلیه، خصوصیت نداره این. بله نه مقدمه عبادت باشه یا مقدمه طول عباده باشه. بله این درست. وسوسه منشأ این شده. اگه این باشه هیچ اشکال نداره، اشکال نداره اگه مقدمه خودش عبادت بود. حالا اینا الان در مقام بحث بطلان نیستن، مقام حرمت هستن. یعنی میگن اگه عبادت باشه که بی امر خودش باطله دیگه، چه برسه اگه نهی هم داشته باشه. ولی این که میفرمایید اشکال نداره، درسته، اما شاید عبارت هم جواهر هم عبارت عروه میخواد اون مقدمه ای را بگه که خود مقدمه عبادت نیست، واسه استفلاعی که از ادله استفاده شده راجع به وسوسه و تعبیر عبادت و شیطان و اینا که شده. خب اگه این شد که خودش حرومه و گیری نداره، اما صاحب جواهر به نصیب فقیهه، حالیش هست کلمه مقدمه و صاحب اشکال نداره، اما صاحب جواهر میخواد بفرماد، یعنی ظاهر فرمایشون که کلمه مقدمه استفاده کردن و صاحب جواهر متوجه هستن مقدمه با سبب فرق داره، شاید میخوان بگن حتی مقدمش اینه. بله اگه اون بشه که گیری نداره، اما صاحب جواهر میخواد بفرماد حتی اگه سبب نباشه مطلق المقدمه باشه، نه این مقدمه خاصه. بله بله عرض کردم اشد از صاحب جواهرشون میگه، صاحب جواهر که فرمود مقدمه یعنی یقینا بعد از این اون ذی المقدمه انجام میشه، صاحب عروه که معرض فرمود و این اعاظم پذیرفتن از ایشون
که حتی اگر یقینی نباشه، چون معرض یکره او یحرم، همین اشکال نداره، اما یعنی بعضی مواردش حرامه. باطله برخ خود صاحب عروه گاهی فتوا داده. آها شد. بله درست، در این مورد درست. لغوه بله، خوبه. محدودش همینه که وسوسه نهی ازش شده، اینا مصداقشه. نه نه این جزئه، نه نه این جزء نمازه. آه آه همو وسوسه یکفی، اگه مصداق وسوسه باشه این بله، این خودش اینی که شما میفرماید بعضی همین رو گفتن، شاید تو حاشیه های عروان باشه که فرمودن وسوسه در عبادت حرمت داره، حکم وضعی نداره که باطل باشه، اما یه عده مثل صاحب عروه فتوای به بطلان دادن. قاعدتاً همجور که فرمودن هم بعضی ها وجهش این باشه چون خود وسوسه موضوع حکم به حرمته، وقت اگر این توی نماز بود یه چیز خارج از نماز نیست، نظر به اجنبی تو نماز یه امر خارج از نمازه، این یعتبر رو بالحمل الشایع جزءا للصلاة، وقت این جزء نماز ولو الضالین اولی که گفت تحقق پیدا کرد، اما وقتی که ده تا ولا ظالم دیگه گفت و این مصداق وسوسه بود و شارف نهی از وسوسه کرده بود، او میشه باطل. به نیت جز اینو داره میگه. چرا؟ چرا؟ این نه، این اگر تشریع نباشه نه باطل نیست، اگر تشریع نباشه ببینید چرا دو تا رکوع نماز باطل میکنه. چیه؟ اینم زیاده است، اینم زیاده است. اگر نه یه رکوع که رفت نمازش صحیح بود. نه نه رکوع اضافی منهی عنه. اگر رکوع دوم رفت چرا نماز باطل میشه؟ بگیم این فقط حرامه، اما چون این به عنوان جز در انجام میده، اما اگه همین رکوع دوم به عنوان جز انجام نداد میگن باطل نیست. یه رکوع رفت پاشد، یه رکوع دیگه رفت نه به نیت نماز، برای که پاشو میخواد بخارونه، میگن باطل نیست. سلام علیکم. حالا یه جهت دیگه میشه، اگر حالا یه جهت دیگه است. صاحب جواهر گفت اگه وسواس منشأ این باشه، آه
وسواس اینجوری همون دفعه اول هم که میگه ولل ضالین بنای بر تکرار داره. یعنی اینجوری نیست که اون یه دفعه خالی از وسواس بشه. همونجا هم که میگه خب میگه اینم میگیم بازم میگیم بازم میگیم بازم میگیم تا بالاخره قبول بکنه ذهن ما. بذار همون دفعه اولش هم خالی از میدونم. حالا اگه دفعه اول این بنا رو نداشت، یعنی نه ها، یعنی اینجوری بود فکر میکرد یه دونه ولاللین درست میخواد بگه، اما مکرر همجور عادتا اینجور شده بود ولاللین اول و نیم. اما اگر شارع فرمود وسوسه این موضوع عبادت الشیطان حکم، اگه این عرفن بالحمل شایع مصداق وسوسه بود میشه منهی، میشه عبادت الشیطان. وقتی که نهی شد جزء نماز این من خودم حالا به عنوان برداشت من خودم برام روشن نیست که عبادات وسواسی یا باطل باشه، ولی جماعتی از اعظم تصریح کردن که صاحب عروه که باطله. یعنی اگر زید وسواسیه و تکرار میکنه ولی ضالینش را تکرار میکنه اینا رو وسوستن، پسرش هم آدم متدینه، وقتی که این زید مرد تمام نمازاشو باید پسره قضا بکنه چون باطل بوده، یا خودش باید قضا بکنه؟ نه نه، حال نظر به اجنبیه نیست. ایشون فرمودن که یه مشکل دیگه نباشه، عیبی نداره، اما بحث اینه خود وسوسه چیزی که در خارج عرفن بهش میگن وسوسه، این گفته شده عبادت الشیطان، گفته شده حرام. بله خلاف اطلاقش نظر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله سبط محمد ضام الحشا، يبغي الورود من الفرات فيمنع ما أحدث الحدثان خطبا مفضعا، إلا وخطب السبط منه أفضع، دمه يباح ورأسه فوق الرماح، وشلوه بشبه الصفاح موزع، لله أقمار أفلن بكربلا، ولها بيثرب والمحصب مطلع، أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام الأرفع، طف بي على مغنى الطفوف وقل له مستعبرا أعلمت من بك مودع، فيك الإمام أبو الأئمة والذي
وللنبوة والإمامة مجمع مولى بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع من كان في حجر الإمامة بالهدى يربو ومن ثدي النبوة يرضع فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. عاشت مولاتنا زينب في أيام أصحاب الكساء الخمسة ورأت مصائبهم لما فقدت جدها رسول الله، حزنت حزنا شديدا، فصار الجرح الأول لقلبها، فعزاها الإمام أمير المؤمنين وسلاها. ولما شهدت شهادة أمها الزهراء صار الحزن أكثر وأكثر، فصار الجرح الثاني في قلبها. ولما شهدت قتل أبيها أمير المؤمنين ليلة 21 من هذا الشهر فصار الحزن أكثر وأكثر وأكثر، وصار الجرح الثالث في قلبها. ولما رأت ذلك الطشت الذي لفظ فيه أبو محمد الإمام الحسن أخيها فصار عليها الجرح الرابع، حزنت حزنا شديدا شديدا. ولما رأت جواد الحسين يوم عاشوراء قالت الآن يوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم قتل أبي أمير المؤمنين، اليوم سمي أخي الحسن، وما زالت صارخة نادبة. خرجت من الخيمة تقوم مرة وتقعد أخرى وتحث التراب على رأسها. ولما وصلت مصرع الحسين، أخي أبا عبد الله أنا أختك زينب بحق جدي كلمني، والحسين مشغول بنفسه يعالج سكرات الموت، أخي بحق أبي أمير المؤمنين كلمني. والحسين لا يرد لها جوابا إلى أن قالت أخي بحق أمي الزهراء إلا ما كلمتني ولو بكلمة واحدة. فتح الحسين عينه في عين أخته المظلومة المهضومة أم المصائب زينب، أخي زينب لقد كسرت قلبي وزدتيني هما فوق همي، بالله عليك إلا ما رجعت إلى الخيمة وسكتي وسكنتي. برو زينب شمي فرسي زحالم كأز جور فلك بشكست بالم، برو تا زير شمشيرم نبيني همين ساعات بمرقم مي نشيني. فرمددش أبا عبد الله تو روی سینه پیغمبر جات بود، روی خار خاشاک جات نبود، زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست، خاک عالم به سرم که از اثر تیر و سنان جای یک بوسه من در همه اعضای تو نیست. یه نگاهم کر به نهر علقمه
کجایی ای علم دارم، کجایی ای علم دارم، چراغ چشم خون بارم، بیا عزم زبر دارم، ببندین محمل زینب، کجایی ای علی اکبر، شبیه روی پیغمبر، بیا بر حال ما بنگر، ببندین محمل زینب، کجایی قاسم داماد، عروسیت مبارک باد، بیا بر حال ما بنهاد، ببندین محمل زینب، کجایی از غر مظلوم، ز شیر و آب شدی محروم، آه بمیرم چه کردن تیر با حلقوم، ببندین محمل زینب، خویا خویا نروح كل احنا فدايك، دخذنا للقبر يا حسين، يا نواياك كاني بالزهراء، انا الوالده انا الوالده، يا حسين يا ابني يا من رد ذباحك ذبحني، انا الوالد والقلب لهفا، انا ادور عزبني وين ما كان، اه اخري خسرو ومظلوم، قناهت وشبوت كلبت شنه، بريدان سرز بيكرتو، قيسواني كزدم شانه، بصد ناز ونياز غرق خون کرد چرا قاتل بد اخترت. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، لشفاء المرضى، قضاء حوائج المحتاجين، لكشف الغمة عن هذه الأمة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله به اطلاع بینندگان محترم میرسانیم که موضوعات مطرح شده در سلسله جلسات علمی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی صرفاً جنبه علمی دارد و در جهت نقد و بررسی مسائل فقهی میباشد، لذا نظرات مطرح شده به عنوان فتوا و دیدگاه ایشان تلقی نمیشود. لازم به ذکر است مؤمنین گرامی می توانند جهت آگاهی از فتاوای ایشان از راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنند: مراجعه و یا تماس با دفاتر مرجع عالی قدر، مراجعه به نمایندگان و یا رساله عملیه معظم الله، مراجعه به پایگاه‌های اطلاع رسانی و همچنین صفحات رسمی دفتر مرجع عالی قدر.